درود بر شما، سارا ساسانیان هستم از شبکه جهانی چنل وان تیوی. امروز 29 اسفند ماه آخرین روز از سال 1402 را با شما خواهیم بود. ابتدا سرخط خبرها. تعیین افزایش 35% حداقل حقوق کارگران برای سال 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری. پژو 207 به باشگاه میلیاردی ها پیوست، 90 میلیون افزایش قیمت در یک سال. کرونا و آنفولانزا شایع ترین ویروس های در گردش در کشور. بر اساس گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است. و در ادامه این بخش خبری، اما ورزش ایران در سالی که گذشت، از درخشش هادی شوپان تا فاجعه والیبال و بسکتبال. وکلای دونالد ترامپ اعلام کردند موکلشان هنوز نتوانسته است مبلغ 454 میلیون دلاری جریمه و یا ضمانت مالی به همین مبلغ را که برای شروع درخواست فرجام نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه نیویورک در پرونده کلاهبرداری ضروری است فراهم کند. ترامپ برای شروع روند درخواست تجدید نظر در این حکم ابتدا باید مبلغ جریمه و یا ضمانت مالی معادل آن را به مراجع قضایی ایالت نیویورک تحویل دهد. در غیر این صورت ایالت نیویورک بر اساس حکم قاضی می تواند اموال و مستغلات او را ضبط کند. وکلای رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال روز دوشنبه 28 اسفند از دادگاه استیناف ایالت نیویورک خواستند که به اجرا گذاشتن حکم دادگاه اولیه را به تعویق بیاندازد. دونالد ترامپ بر اساس اعلام جرم لتیتیا جیمز دادستان کل نیویورک در یکی از شعب دادگاه ایالتی در منهتن محاکمه و به دلیل اقرار و دستکاری در ارزش واقعی مستغلات خود با هدف دریافت وام و خدمات بیمه ترجیحی به کلاهبرداری محکوم شد. همچنین رئیس جمهور پیشین آمریکا چند پیش نیز مجبور شد برای به جریان انداختن تقاضای تجدید نظر در حکم مربوط به بدنام کردن جین کارول، روزنامه‌نگار و نویسنده سرشناس آمریکایی، 92 میلیون دلار ضمانت مالی بپردازد. در جلسه شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب شد. در جلسه شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب شد. ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 35% تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم گزارش داده مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3% افزایش یافت. با توجه به سایر آیتم های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از 11 میلیون تومان خواهد بود. بر اساس اعلام معاون وزیر کار، حق اولاد به تبع حداقل مزد از 5,308,000 به 7,166,000 ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند 2,100,000 تومان. کمک هزینه اقلام مصرفی 300,000 تومان زیاد شد و از 1.1 میلیون تومان به 1.4 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن 900,000 تومان ثابت ماند و حق تأهل 500,000 تومانی هم برای اولین بار به کارگران متأهل اعطا خواهد شد. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مذاکرات امروز گفته بود پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد 1403 مبلغ 22,800,000 تومان است. احمد رضا معینی عضو شورای عالی کار در این باره توضیح داد در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد و در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد 35% را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و به همین خاطر از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.
ریشی رو بذاریم. آیا دولت میتونه نظرشو بنویسه؟ جان؟ نظر دولت میتونه بنویسه؟ ما نظر نداریم. ما بعد بین شماها بخوایم حلقه وصل بشیم. لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد که سال آینده دیگه مباحثه نداشته باشیم. مجلس شورای اسلامی هم متشکل است از نماینده آحاد مختلف مردم. هر آن چیزی که مجلس تصویب میکنه ملاک عمل خواهد بود. اون اقلامی هم که سبب معیشت ما در آوردیم به خاطر چیه؟ اصلا ما مر قانونم میگیم، آقا ما بحث مر قانونم به قول حضرت علی قبول داریم، همیشه بحث قانون فرمایی ما قبول داریم. مراد از حد اقل درست اینه که کسی نمیتواند کمتر از این پرداخت بکنه، ولی بیشترش به توافق بستگی داره. در قبال کار هم ارزش مزد برابر. نمیتونیم ما توی کارگاه که یه کارمند نشسته یه حقوقی بگیره و یه کارگر یه حقوق دیگه ای. اگر می‌خواستیم قیاس کنیم 27% نمیذاشتیم. پژو 207 از جمله خودروهایی است که به شدت در میان جوانان محبوب است، اما این خودروی محبوب دیگر ارزان نیست و به جمع مدل‌های میلیاردی پیوست. قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما با مدل 1403 تا حدود 1,060,000,000 تومان رسیده است. نکته جالب توجه اینجاست که قیمت این خودرو در فروردین 1402 روی حدود 970 میلیون تومان قرار داشت. به نوعی میتوان گفت پژو 207 اتوماتیک در یک سال حدود 90 میلیون تومان گران شد. جواد لعل محمدی، معلم و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد که عضو بیانیه 14 درباره استعفای خامنه‌ای خائن است، با انتشار نامه‌ای از زندان مناسبت سال نو عنوان کرد هموطنان گرامی سال پیش رو را سال پایان دیکتاتوری قرار دهید. جواد لعل محمدی در بخشی از این نامه از مردم ایران درخواست کرد هموطنان نگذارید ایران کاملا ویران شود، نگذارید خون جوانان ایران پایمال شود، نگذارید فرزندان شما در زندانها یکی یکی از پای درآیند. همت کنید و سال پیش رو را سال پایان دیکتاتوری و خفت و ظلمت قرار دهید. وی همچنین از ایرانیان خارج از کشور درخواست کرد اپوزیسیون خارج نشین در راستای خواست مردم داخل و حمایت از آنان کمک کند، رهبران داخل میدان و مبارزان درون کشور را تنها نگذاشته و یاری کنید و دست از تفرقه و تخریب آنان بردارید. هر کس و هر جریانی علیه زندانیان سیاسی محبوس در زندان همسو با رژیم صفاک سخنی گفت او را از خود برانید، آنها را در مسیر رژیم فاسد بدانید. لعل محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که این شب سیاه ظلمانی به زودی پایانی یابد و ایرانیان روی آزادی و دموکراسی و شادی را ببینند. پلیس فتای پایتخت اعلام کرد تورهای لحظه آخری با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی از جمله شگرد‌های مجرمین سایبری در واپسین ساعات سال جاری است و به همین خاطر از هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم که از سایت‌های معتبر خرید و یا خدمات خود را دریافت نمایند و به هیچ عنوان بیعانه پرداخت ننمایند. نتایج رصد ویروس‌های در گردش در کشور در اسفند ماه نشان می‌دهد که ویروس کرونا با 28% در رأس ویروس‌های در گردش در کشور قرار دارد و پس از آن ویروس‌های آنفولانزا عامل بیشترین موارد ابتلا به علائم سرماخوردگی هستند. نتایج رصد وزارت بهداشت از ویروس‌های شایع نشان دهنده این است که کرونا ویروس با 28% در رأس ویروس‌های در گردش در کشور قرار دارد و پس از آن ویروس‌های آنفولانزا و RSV با 23% و سپس رینو ویروس با 14% در رتبه سوم قرار دارند و باعث ابتلای افراد به بیماری‌های تنفسی شدند. علائم این بیماری‌ها به صورت ناگهانی با تب، سرفه، احساس سردی همراه با لرز، بدن درد، گلو درد، سردرد، خستگی، علائم گوارشی و سرگیجه همراه است. رعایت بهداشت فردی شامل استفاده از ماسک، شستشوی مداوم دست‌ها و پرهیز از تماس با افراد دارای علائم بیماری و تقویت سیستم ایمنی با پیروی از رژیم غذایی متعادل و متنوع و شامل انواع سبزیجات و میوه‌ها می‌تواند به پیشگیری از بیماری کمک شایانی کند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد ضمن غیرقانونی دانستن بازداشت زنده یاد مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی رژیم جمهوری اسلامی، مرگ او را ناشی از خشونت دانست و اعلام کرد زنان ایرانی همچنان از تبعیض هدفمند رنج می‌برند. سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی درباره ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت تحقیقات ما نشان داد که مرگ او غیرقانونی و ناشی از خشونت فیزیکی در بازداشت مقامات دولتی بوده است. بر اساس تحقیقات و گزارش‌های رسیده به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، این هیئت دریافت است که اعتراضات پس از آن با اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و همچنین تجاوز و خشونت جنسی همراه بوده است. سارا حسین اضافه کرده است این اعمال در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت می کنند انجام شده و بنابراین برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر به سطح جنایت علیه بشریت رسید. و در پایان این بخش خبری با خبرهای ورزشی با همکارم علیرضا خواهیم بود. سال 1402 سالی پرفراز و نشیب برای ورزش ایران بود. اگرچه در این سال برخی موفقیت‌های ورزشی مهم برای کشور حاصل شد، اما به طور کلی تلخ‌کامی‌هایی هم نصیب مردم شد. در این گزارش قصد داریم مروری بر موفقیت‌ها و ناکامی‌های تیم‌های ورزشی کشورمان در سال 1402 داشته باشیم. از جمله رویدادهای خوب و به یاد ماندنی ورزشی ایران، موفقیت زنان ورزشکار در عرصه‌های مختلف و کسب مدال‌های رنگارنگ و افزایش سهم آنان از سهمیه‌های المپیک پاریس بود. زنان ورزشکار ایرانی هر سال بیش از سال پیش موفقیت کسب می‌کنند و به خصوص در ورزش‌های تیمی پیشرفت قابل توجهی داشتند. از دیگر موفقیت‌های ورزشی سال 1402 درخشش کاروان پاراولمپیک ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو بود. ایران در این مسابقات با کسب 131 مدال طلا و نقره و برنز توانست تاریخ سازی کرده و نائب قهرمان این مسابقات شود و بعد از چین در مقام دوم قرار بگیرد. به جز این، ایران توانست در سال 1402 موفقیت‌های قابل اعتنایی در برخی رشته‌ها مانند شنا، شطرنج، تنیس روی میز، بدنسازی و پرورش اندام به دست آورد. برخی از این موفقیت‌ها مربوط به مسابقات آسیایی هانگجو بود. از جمله موفقیت تیم تنیس روی میز و شنا و شطرنج و کسب مدال‌های رنگارنگ و برخی نیز مربوط به مسابقات جهانی مختلف، از جمله قهرمانی تیم پرورش اندام در مسابقات جهانی اسپانیا بود. با این حال تیم‌های ورزشی ایران در برخی رشته‌ها نتوانستند موفقیت سال‌های قبل خود را تکرار کرده و ناکام بودند. برخی از این ناکامی‌ها مربوط به مسابقات جهانی بود و برخی نیز به مسابقات المپیک آسیایی هانگجو مربوط می‌شد. یکی از ناکامی‌های ایران در سال 1402 در والیبال رخ داد. اگرچه ایران توانست مدال طلای والیبال مسابقات هانگجو را به دست آورد، اما در لیگ جهانی نتایج بسیار بدی گرفت و در مسابقات مقدماتی المپیک نیز ناکام بود. نتایج بد و دور از انتظار والیبالی‌ها باعث اخراج بهروز عطایی، سرمربی وقت تیم ملی والیبال شد. ناکامی دیگر مربوط به تیم بسکتبال بود. تیم ملی ایران هم در جام جهانی نتایج بدی گرفت و تمام نتایج خود را واگذار کرد و هم در مسابقات هانگجو ناکام بود و با شکست از فیلیپین از مسابقات حذف شد. در المپیک آسیایی مشخص شد که وضعیت ایران در برخی رشته‌ها به شدت وخیم است و تیم ملی در برخی ورزش‌ها افت شدیدی داشته است. شمشیربازی که زمانی امید ایران برای کسب مدال المپیک بود، ناامید کننده ظاهر شد. بوکسورها نتایج ضعیفی گرفتند و دو میدانی و تکواندو و تیراندازی هم نتوانستند رضایت بخش عمل کنند. وضعیت فوتبال هم که از همه بدتر بود. تیم ملی امید در طول کمتر از یک ماه دو فرصت حیاتی را به بدترین شکل ممکن از دست داد. تیم رضا عنایتی هم ودایی زود هنگام از مسابقات مقدماتی المپیک 2024 پاریس داشت و هم به شکلی عجیب و ناباورانه از هنگ کنگ شکست خورد و در دور یک چهارم نهایی با مسابقات آسیایی هانگجو خداحافظی کرد. نتایج فوتبالیست های بزرگسال نیز چنگ زیادی به دل نزد.
تیم ملی فوتبال ایران اگرچه توانست در مسابقات جام ملت‌های آسیایی قطر ژاپن پر افتخار و قدرتمند را شکست دهد، اما در نیمه نهایی با قطر باخت و در عین شگفتی از دور مسابقات حذف شد. همچنین عملکرد باشگاه‌های ایرانی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خوب نبود و به جز سپاهان اصفهان سایر نمایندگان ایران در همان دور مقدماتی از مسابقات حذف شدند. در این میان تنها درخشش تیم ملی فوتبال ساحلی بود که توانست شادی را به لب ایرانیان بیاورد. ساحلی بازان ایرانی توانستند در مسابقات جام جهانی به مقام سوم برسند. در پایان پیشاپیش سال نو ایرانی را به شما مردم شریف ایران زمین شاد باش می‌گویم. جای نریز، ما هر لحظه با شما خواهیم بود. اینجا به صورت زنده همه چیز برای شما بازگو خواهد شد. اگر ما را هنوز بر روی تلویزیون خود ندارید، از طریق یاسات و یوتلسات ما را دنبال کنید. ما را در اینستاگرام چنل وان تیوی مشاهده کنید. ما با اطمینان با شما خواهیم بود. خبرهای خود را از طریق واتساپ و آیدی تلگرامی ما @کانالوان با ما به اشتراک بگذارید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. پاینده. Oh my God! Woo! Oh, it's gosh! Oh, it's...